بازار بین المللی، تأمین حفاظت و امنیت لیبرتی، آزادی گروگان‌های اشرفی. فراخوان طه اللهیبی نماینده پارلمان عراق به بانکیمون برای تضمین حفاظت لیبرتی با حضور تیم ناظر ملل متحد و تأمین الزامات امنیتی. با توجه به سفر شما به عراق، مایلم توجهتان را به موقعیت خطرناک حدود 3000 پناهنده ایرانی از اعضای اپوزیسیون ایران مستقر در لیبرتی که افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون ژنو هستند و از سوی کمیساریای عالی پناهندگی هم پناهجو و افراد مورد نگرانی معرفی شده اند جلب کنم. آنها سالهاست هدف تهاجمات نیروی تروریستی قدس رژیم ایران در عراق هستند. تا کنون بیش از 100 تن از آنان به قتل رسیده و بیش از 1300 تن از آنان مجروح شده اند. از آنجایی که دولت عراق قصد و تمایلی به حفاظت از آنها ندارد، همراه با دیگر همکارانم در پارلمان عراق از شما می‌خواهیم با استقرار تیم ناظر ملل متحد حفاظت این پناهندگان را هرچه سریع‌تر فراهم کنید و همزمان کمیسر عالی پناهندگان همگی آنها را بدون استثناء به عنوان پناهنده اعلام کند. این اقدام به همراه وادار کردن دولت عراق به عدم مانع تراشی در تأمین خدمات پزشکی و وارد کردن اقلام فوری و مورد نیاز حفاظتی و لوجستیکی ساکنان تنها راه ممانعت از جنایتی دیگر است. نامه دبیر کل حزب دموکرات مسیحی عراق به دبیر کل ملل متحد. از شما می خواهم ضمن بازدید از لیبرتی اقدامات ضروری را برای تأمین حفاظت کمپ به عمل آورید. در شرایط حساس عراق توجهتان را به یک کیس مهم انسانی در مورد پناهندگان کمپ لیبرتی جلب می کنم. این کمپ در پایان دسامبر برای چهارمین بار مورد هجوم موشکی شدیدتر از دفعات قبل قرار گرفت که این بار نیز 4 پناهنده کشته و 10 تن مجروح شدند. از سوی حزب دموکرات مسیحی عراق از شما می‌خواهم ضمن بازدید از کمپ لیبرتی اقدامات ضروری را برای تأمین فوری‌ترین نیازمندی‌های حفاظتی کمپ طبق قوانین انسان دوستانه بین‌المللی و مصرح در وظایف کمیساریای عالی پناهندگی به عمل آورید. استقرار تیم کلاهابی ملل متحد در کمپ لیبرتی و اعلام پناهندگی دست جمعی برای کلیه ساکنان آن از سوی کمیساریای عالی پناهندگان عاجل‌ترین اقدامی است که می‌تواند مانع از تکرار جنایات بعدی شود.